ما در هفته ای که گذشت چند استماع در کنگره آمریکا روی مسئله افغانستان داشتیم و زلمه خلیلزاد استراتژی آمریکا را در قبال افغانستان توضیح داد. به نظر شما کدام نکات در قسمت این که پس از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان چه اقدامات شود اهمیت داشتند؟ حراس من این است که با وجود تلاش های یک دیپلمات ورزیده مانند زلمه خلیلزاد که من با او در عراق و بعدا در سازمان ملل متحد کار کرده ام و حتی قبلا در افغانستان با او کار کرده ام، با وجود آن و همه اقداماتی که باید گرفته شود و نهایی گردد تا مطمئن شویم که با همه توانایی ها ما بتوانیم جلوی تهدیدات مختلف و خصوص تأسیس دوباره پناهگاه های امن دهشت افغانی را در افغانستان بگیریم، حراس دارم که ما از تصمیم در قبال افغانستان پشیمان شویم، به خاطر که احتمال حس برگشت به جنگ داخلی وجود خواهد داشت. من هیچ نوع علاقمندی و تمایل طالبان را برای تعهد به یک توافق معنادار مشخص شده و با ثبات که برای شراکت قدرت به آن نیاز است نمی بینم و در عوض طالبان هر آنچی را که می خواستند از مذاکرات به دست آوردند. رهبران طالبان از زندان ها رها ساخته شدند و اکنون امریکا افغانستان را ترک می کند، به این معنا که کشورهای ائتلاف نیز آنجا را ترک می کنند. و ممکن بار دیگر شما شاهد بدتر شدن امنیت باشید و خواهید دید که برخی از افرادی که مسئولیتشان با آزمون روبرو شود ممکن به قوم و مردم و گروه سیاسی خود برخواهند گشت و بار دیگر ما شاهد خواهیم بود که افغانستان دستخوش وضعیت پس از شکست قوای شوروی خواهد شد. رئیس جمهور بایدن گفته است که ما از تهدیدات دهشت افغانی چشم بر نمی داریم. در این حال با در نظر داشته تلاش واشنگتن به خاطر پیدا کردن پایگاه در یکی از کشورهای دیگه منطقه که تا حال این تلاش ها نتیجه نداده است، ایالات متحده چگونه می تواند که پس از خروج از افغانستان توانایی های مبارزه با دهشت افغانی را در منطقه داشته باشد؟ خب می دانم که قماندانان نظامی، افسران استخباراتی ما و دیگران تلاش دارند تا راه‌هایی را دریابند که از طریق آن تهدیداتی را کاهش یا از بین ببرند که ناشی از فعالیت القاعده یا داعش یا دیگر گروه‌های افراطی که می‌خواهند در خاک افغانستان لانه امن ایجاد کنند و از آن به کشورهای دیگر و متحدین اروپایی ما تهدید را متوجه سازند. در حال حاضر پاکستان گفته است که برای تأسیس دوباره پایگاه امریکا اجازه نمی دهد. معلوم نیست که آیا در منطقه خانابات ازبکستان نیز دوباره پایگاه خواهیم داشت یا خیر. اما حتی اگر پایگاه هم داشته باشیم، از آنجا رفت و آمد هوایی زمانگیر است و شما اگر از فراز کوههای هندوکش بخواهید به منطقه یا سایر نقاط افغانستان سفر کنید، بسیار دشوار است. ما طی دو دهه گذشته شماری از تلاش های القاعده را برای ساختن پایگاه های نظامی در شرق افغانستان از بین برده ایم و اخیرا در ولایت هلمند در جنوب افغانستان این کار را کردیم، ولی ما توانستیم که هدف را از طریق هوا مشخص سازیم و از بین ببریم. باید داشته باشید زمانی که مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان مطرح می شود به معنای مبارزه با شورشیان است، به خاطر که این شورشیان طالبان، شبکه حقانی، جنبش اسلامی ازبکستان و غیره هستند که می خواهند امنیت افغانستان را به هم بزنند و آنان می خواهند در آن ساحات افغانستان که طالبان آن را کنترل می کنند برای خود پایگاه بسازند. قانونگذاران آمریکایی در قسمت این که برخی از لوازم نظامی آمریکا ممکن به دست دشمن بیفتد اظهار نگرانی کردند. این مسئله چقدر جدی است و آمریکا چطور میتواند که از همچو وضعیت جلوگیری کند؟ پروسه خروج از یک کشور بر اساس روش‌های عملی پیش برده می شود. وسایل نظامی که ارزش زیاد دارد مشخص ساخته می شود و این وسایل در لاری‌ها از طریق پاکستان به بندر آبی انتقال می یابد تا بعداً توسط طیاره نظامی و ایالات متحده نقل داده شود. و آنچه که با معیارها تطابق نداشته باشد، اکثر امچو وسایل نظامی به کشور میزبان یعنی به پلیس افغان و بخش‌های دیگر سپرده می شود. در برخی قضایا اگر قابل استفاده نباشد و یا شرکای ما آن را نخواهند، ما این تجهیزات را از بین می بریم. اما ما هر آنچه در توان داریم انجام می دهیم و مطمئن هستیم که لوازم، سیستم اسلحه، تجهیزات و غیره که ممکن برای دشمن مفید باشد و یا در دست آنها بیفتد، آن را منهدم و از بین می بریم. پیام شما برای مردم افغان به خصوص دختران و زنان افغان که امید دارند فرصت های آموزشی از آنها گرفته نشود، در کل پیام شما برای مردم افغان پس از خروج نیروهای آمریکایی چی است؟
واضح است که ایالات متحده از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت میکند و از حکومت نیز حمایت خواهد کرد تا آنان با شجاعت، مؤثریت و با کیفیت ممکن بتوانند در برابر فعالیت‌های طالبان و سایر گروه‌ها مقاومت کنند. ما می‌دانیم که در برخی ساحات تحت کنترل طالبان دختران 12 سال به بالا از رفتن به مکتب ممنوع شده‌اند و از آنان خواسته‌اند که در خانه بمانند و با مادران خود کمک کنند. این چیزی است که بیانگر بازگشت آن حالت است که ممکن زندگی 50% نفوس افغانستان را متاثر بسازد. اما امیدوارم که نگرانی‌های من به واقعیت مبدل نشوند و امیدوارم که بررسی من از وضعیت نادرست باشد. و واقعاً قوای امنیتی افغان از حمایت قوی ایالات متحده و کشورهای ائتلاف از جانب دیپلمات‌های ما، کارمندان بخش انکشافی و سایر بنیادهای بین المللی برخوردار باقی بمانند و مردم افغانستان و قوای امنیتی افغان بتوانند در برابر طالبان با امکانات و لوازم مانند طیاره‌های بی‌سرنشین، نظارت هوایی، سلاح پیشرفته که طی سال‌های اخیر در اختیار آنها گذاشته شده است، ایستادگی کنند.